آخوند جهی دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی دیکتاتوری آخوندی نسبت به نفرت و انزجار و محکومیت جهانی رژیم توسط جامعه جهانی به سوز و گداز پرداخت و گفت متاسفانه امروز دشمن با ابزار تبلیغاتی و سرمایه سنگین به دنبال تبلیغ علیه نظام است. متاسفانه حقوق بشر امروز ابزاری در دست کشورهای غربی قرار گرفته که متاسفانه در همین زمینه هجمه‌های سنگینی هم علیه ایران دارد. دادستان گوشخوار رژیم در کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به محکومیت جهانی به خاطر صدور حکم ضد بشری سنگسار علیه سکینه آشتیانی افسود باید تا جایی که ممکن است موضوعات را برای مردم توضیح دهیم. جفت‌سازی رسانه‌های بیگانه نه تنها در پرونده مذکور بلکه در همه زمینه‌ها ادامه دارد. توضیحات مورد نظر آخوند اژه‌ای همان نمایش تهوع‌آور اعترافگیری از سکینه آشتیانی و پسرش سجاد قادرزاده است. صحنه‌های نمایشی و غیر انسانی که سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن آن اعلام کرد، راه انداختن اعتراف‌های تلویزیونی در حالی که روند رسیدگی قضایی هنوز هم در جریان است و در این میان زنی بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زند، چیزی جز مضحک کردن سیستم قضایی ایران نیست. اونچه که مضحک خونده شده در حقیقت لرزه‌های سرنگونیه که امروز سرتاپای رژیم رو گرفته. جراحی یک شبه 14 تا از مشاوران دولت پاسدار احمدی نژاد یکی دیگه از این لرزه هاست. یا اینکه اگر تا دیروز رژیم با تروریسم و گروگانگیری یا با شانتاژ و دادن امتیازهای اقتصادی دولت‌ها رو نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ساکت نگه می‌داشت، امروز حقوق بشر پایه‌های مذاکره و صحبت با رژیم قرار داده میشه. یا با دستگیری یا حقیقت گروگان گرفتن دو خبرنگار آلمانی در ایران در جریان تهیه گزارش از دادگاه سکینه آشتیانی، وزیر دفاع آلمان، وزیر دارایی، وزیر کار، رهبران احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات، سوسیال مسیحی تا رئیس دویچه بانک، بانک آلمان به رژیم نسبت به پیامدهای عملش هشدار می‌دهند.